سلام دوستای عزیز خوش آمده به چینل ریاضیت من در این بخش ما در بخش الجبر ابتدایی درس 11 موضوع عملیات موضوع عملیات برای اعداد حقیقی است ضرب و تقسیم اعداد حقیقی را خدمتتون ارائه میکنیم ضرب و تقسیم اعداد حقیقی را ما اینجا متفرق جو خواندیم دیگه امروز ما ضرب و تقسیم چه میخوانیم دیگه قبل از همه ما مجبور هستیم که ضرب و تقسیم علامه ها را باید بفهمیم این بسیار زیاد مهم است ضرب و تقسیم علامات دارای قوانین زیل اند ضرب مثبت зарби муثбат ҷавобиш муثбат аст манфӣ зарби манфӣ ҷавобиш муثбат аст муثбат зарби манфӣ масовис ба манфӣ манфӣ зарби муثбат масовисба манфӣ ҳама алома натиҷаш муثбат аст ино ки ҳастанд ҳама алома астанд علامه مساوی دارم. مختلف علام که هست ضربشان منفی است مختلف علام اینجا یک موضوع دیگرم مهم است مثبت ضرب مثبت ضرب مثبت ضرب نقطه نقطه این مساوی با مثبت هر قدر مثبت ها با همدیگر ضرب کنیم جوابش مثبت است ولی منفی فرق میکنه منفی یک موضوع دیگه داره من مثلا منفی ضرب منفی ضرب منفی ضرب منفی،, منفی نقطه نقطه این دو حالت داره مساویش با این مثبت میشه اگر اگر تعداد منفی ها منفی ها جفت باشند منفی میشه اگر تعدادی منفی ها تاق باشن تاق باشن مثلا اینجا ببینین اگر ما مثلا دو تا سه تا منفی داشته شیم منفی چهار تا منفی داشته شیم منفی 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 این مساویس با این منفی زری ای منفی مثبت یه مثبت شد مثبت ضرب منفی 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 ضرب منفی مثبت اگر سه تا داشته باشه منفی ضرب منفی ضرب منفی سه تا باشه بازی چی میشه منفی ضرب منفی مثبت مثبت ضرب منفی منفی یعنی ببینید اگر تعداد همه علامات جمع جفت باشه یعنی 6 تا 8 تا 12 تا 10 تا جوابش مثبت است اگر تاق باشه جوابش چی است منفی است این ضربی о тақи алоот тақсими аломот мо қонун рақам дорем мубат тақсими мубат масобиба мубат айни қонуни тафриқ аст манфӣ тақсими манфӣ масобиб ба мубат мубат тақсими манфӣ масобиб ба манфӣ манфи тақсими мубат масобиб ба манфӣ и тақсими аъдоди حقیقی است علامات اعداد حقیقی است او تقسیم است و ای ضرب است ما وقتی که خواسته باشیم دو تا عدد حقیقی رو با هم دیگر ضرب کنیم یا تفریق بکنیم ضرب تقس... کنیم یا تقسیم بکنیم از اول علامه چه چی میکنیم؟ ضرب و تقسیم میکنیم برای ضرب و یا تقسیم نمودن ду адади ҳақиқӣ кома аввала оааломаҳо ро баъда қимати мطлақаи адодро зарбу тақсим менумоем عارف شمی رقم است خب نوشتم یک مثال مثال ضرب و تقسیم را بالای عدد زائد انجام دهید ده انجام دهید ده سوال اول мусбат се зарби манфи ш масовишба мусбат зарби манфӣ манфи с ша 8ж саволи дувум манфи ду зарби манфи 5ан масовӣ мешаа манфӣ зарби манфӣ мусбат ду 5ан д мусбат дҳ саволи севум

ضرب منفی چار ما وقتی که خواسته باشه میره ضرب بزنیم مثبت ضرب مثبت 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 ضرب منفی منفی پنج شش سی سی ضرب در چار یک سد بیست این جوابش هست و همین شکل عدد دیگر هم میتونیم چه بکنیم ضرب بکنیم سوال پنجم در سوال پنجم نوشته میکنیم که شانزه مثبت شانزه тақсими манфи ду масовисба муثбат тақсими манфӣ манфӣ шонда тақсими ду ҳашт саволи шашум манфи чор тақсими муثбат ду масовисба манфӣ тақсими муثбат манфи чор тақсими ду ду саволи шашум саволи ҳафтум منفی دا تقسیمی منفی پنج مساویس با منفی تقسیم منفی مثبت دا تقسیم دو تا تقسیم پنج دو این جوابش هست و می شکل دیگر هم میتونیم چی بکنیم و رقم تفریق بکنیم یک چیز را که شما اینجا باید این ساده تر یاد بگیری نیست که ضربی هم علامت مثبت تقسیمی هم علامات دال همچنان مثبت ضرب و تقسیمی مختلف علامت منفی یعنی ببینید مختلف العلامات ضرب شده مخ... منفی شده مختلف العلامات تقسیم شده اصلش منفی شده ولی هم علامه که شده تقسیم شده مثبت شده هم علامه که ضرب شده مثبت شده بسیار ساده است فقط شما صرف هم علامه بودن و مختلف العلامات بودن شده نظر بگیرید جواب به شکل نوشته بگیرید این بود ضرب و تقسیم اعداد حقیقی در دستی بعدی بخیر موضوعات ای ای سوالات حل میکنیم که ام جمع زر تفریق و تقسیم از چهار عملی را در بر داشته باشه برای این ای برای همچون سوالان قوانین خاص وجود داره فعلا این درس امروز ما راجع به زر و تقسیم تقسیم اعداد حقیقی همین, همین بود موفق و معید باشید امیدوارم درس ها را یاد بگیره.